در این باره گفتگو میکنم با مهمانم دکتر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی در قطر از دوحه با ماست. دکتر صاحب سلام، خوش آمدید به بس. شما از امریکا خواستید که در قبال عملکرد 20 سال اخیرشان که در افغانستان داشتن و انجام دادن پاسخگو باشن. میشه در این باره شما بیشتر جزئیات بتین، چون طرف شما بودین. امریکا در 20 سال چی کرده با افغانها و چگونه ای را باید جبران بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نخست به شما، به همکاران شما، به بینندگان و شنوندگان شما و به ملت عزیز خیش سلامات احترامات خیش را عرض می‌دارم. سلامت باشید. یک امریکا در 20 سال چی کرد؟ فکر کنم بر کسی پوشیده نخواهد بود. امریکا در 20 سال در کشور ما چی و ایرانی را کرد، چی تخریبات را کرد، کشترها و مردم را کشتن و بمبارومان کردن، همه به همه هوایدا است، در شک نیست. در موردی که باید رابطه چی صورت بگیره، توافقنامه که میان امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا به انتظار رسید و آن را شورای ملل متحد هم شورای امنیت تایید کرد، کشورهای همسایه و همچنان کشورهای منطقه و جهان هم را تایید کرد. در این رابطه یک اجماع بین‌المللی وجود دارد که باید در این مورد اتفاقنامه و موارد توافقنامه به شکل درست و یقینی عملی شود. چیزی که به ما تعلق داشت، ما الحمدلله با تعهدات خود ملتزم بودیم و را عملی کردیم، اما متاسفانه در مورد ایالات متحده آمریکا و همچنان همکارانشان تعهدات خود را عملی نکردند، التزام نداشتند با تعهدات خویش. و این اساس در توافقنامه یک نقطه ای آمده که وقتی که در آمریکا از کشور ما خارج می‌گردد، همچنان همپیمانانشان آنها خصوصا آمریکا کوشش می‌کنند که برای اعمار کشور ما، برای اعمار افغانستان مساعدات و همکاری های و بین‌المللی و از دیگر کشورها را جلب نماید. دیگه به اساس امریکا مسئولیت دارد که در بازسازی کشور ما، در اعمار کشور ما تلفات و مشکلاتی که اینجا رخ داده در رابطه پاسخگو باشه. به اساس توافقنامه را خودشان امضا کردند. اما متاسفانه ما شما میبینیم که آنها نه که به این تعهدات التزام نکردند، اما مال و پیسه به اصطلاح پشتوانه ملت افغانستان کود را هم اونجا با خود گرفتن. متاسفانه که یک ظلم کلان در حق ملت است، در حق مردم است، در حق زنها است، در حق اطفال است، در حق مریضا است. شما فعلا میبینید که در کشور خودتان، در کابل، در دوائر حکومتی، موظفین، مامورین حکومت از چند ماه متاسفانه با اساس فساد گسترده و اداره سابقه که بود تا چند ماه را باش نگرفتن. دیگه این مردم را چی بخورن، چی بکنن؟ اینها به عوض از اینکه با آنها همکاری میکردن، برایشان همکاری های جهانی را و بین‌المللی را جلب میکردن، متاسفانه چیزی که حق ملت است، حق همین زنها است، حق همین اطفال است، حق همین مریضا است، حق همین موظفین و مامورین و کارمندان حکومت است، از نظام است، او را هم با خود گرفته، او را به اصطلاح با خود به یغما گرفت. دیگه بیان دکتر صاحب، اونا کمک ها را مشروط ساختن برای اینکه شما یک کابینه مشمول داشته باشید، زنها حضور داشته باشند، جوانها حضور داشته باشند. اونا گفتن مشروط است این کمک. حالا شما میگین که این مسائل باید کنار گذاشته شد و آمریکا جرم جنایتی که در 20 سال گذشته در افغانستان کرده، حالا باید به خاطر جبران این پولهایی که منجمد شده باید پسی را به افغانستان بگردانه و کمکاش را ادامه بده؟ ما به شکل عام گفتم، آنها شما ببینید وقتی که حرف از حقوق زن گفته میشه، حرف از حقوق طفل میشه، حرف از حقوق مردا گفته میشه، به شکل عام حرف از حقوق بشر گفته میشه. عالمی بشر نیستن، از حقوق اولی انسان چی است؟ زندگی است که زنده بمانه، یک چیز داشته باشه که بخوره. حقوق بعدی که است در قدم دوم میآید، در قدم نخست آنها به مردم ما را در 20 سال خوب با بمباردمان و با یک طریقه و با دیگر طریقه کشتن و زدن و ویران کردن که قضیه آخریش همی بود که در کابل متاسفانه یک خانه را بمبارمان کردن، با اینکه ما بارشان گفته بودیم و بارها که شما کار نکنین، هر چیزی که شما مشکل احساس میکردین برای ما بگوییم. ما خود ما کارهای ملت خود را، مردم خود را، کشور خود را میدانیم، میفهمیم که کدام مشکل است، کدام مشکل نیست. اما آنها به این جتنا نکردن، اونجا بمبار کردن، مردم را کشتن، طفلا را کشتن، یک خانواده را از بین بردن. دیگه این قضیه آخری بود که جسارت گرفت. ما به این خاطر باش میگیم که شما مردم را میکشین، زنها را میکشین، طفلا را میکشین، جوانا را میکشین، پیرمردا را میکشین، مریضایی که در شفاخانه ها آن را میکشین. باز شما از حق از حقوق زن میگین، حرف از حقوق مرد میگین، حق از حقوق، حرف از حقوق بشر میگین، کدام بشر؟ یاری چی حالا شما انداختین؟ شما با ما و شما باید اول کوشش بکنیم که امو حق اولی انسان که زندگی است،
او را فراهم بسازیم، یک انسان که زنده نمانه، او بر زندگی خود مطمئن نباشه، حقوق دیگر چی مانا داره؟ باز خود هیچ اصلا مطرح نیست. باید ما از عقل و منطق کار بگیریم. اینها که این ظلم را در حق ملت ما میکنه، در حق مردم ما میکنه، در حق امی زنهای افغان میکنه، در حق اطفال افغان میکنه، در حق مریضای افغان میکنه، باید همگی به حیث انسان هر کسی باشه. اگر که ما مخالف باشیم، دیگه ما موضوعات را باید تفکیک بکنیم. موضوعات انسانی یک چیز است، موضوعات حقوق مسائل انسانی، مسائل سیاسی هر چیز دیگری است. اگر کسی میخواهد که به اساس اینکه خودش یک خواسته های سیاسی را داشته باشه که اون معقول است یا معقول نیست، درست است یا نیست، به اساس دیگه میخواهد که ما زنا را میکشیم، ما اطفال را میکشیم، ما یک ملت را میکشیم، او را در کام مرگ میندازیم، این کدام منطق است؟ کدام عقل است؟ ما از همه جهان تقاضا داریم ان شاء الله در این رابطه صدای خود بلند کنه. از رسانه ها هم ما میخواهیم که یک مسئله انسانی است، یک مسئله بشری است، به هم انسان هر انسان در هر کجای کنار که باشه به او تعلق داره. اینا چرا این ظلم را مرتکب میشوند؟ چی جرم دارن مردم؟ زنا و طفلا، پیرمردا و مریضایی که در شفاخانه هستن، حال اینجا دوا نیست، علاجشان نمیشه، دیگه مشکلاتی است، چرا در این رابطه ها گام نمی بردارن؟ ما از همه تقاضا میکنیم کجاست انسانیت، کجاست همین بشریت، کجاست آنها که به حقوق بشر اعتنا ندارن، به حقوق انسان اعتنا ندارن؟ با چطور میتونه از دیگران بخواه که حقوق در قدم دوم که از زنا و از اطفال و دیگران برآورده بسازه؟ خودشان هم حق اولی انسان برش نمیتن، انسان رو میکشه، زن رو میکشه، طفل رو میکشه، از گرسنگی رو گرسنه میکنه تا که خودش بمیره، مریضان در شفاخانه میکشه. حالا این کدام منطق است؟ کدام عقل است؟ درست. حالا شما گفتین که آمریکا در 20 سال جنایت های بزرگی در افغانستان مرتکب شده. نمونه اخیرش حمله‌ای که در کابل صورت گرفت و اونا گفتن که ما داعش را هدف قرار دادیم، ولی بعدا مشخص شد که اونا یک خانواده بیگناه را هدف قرار دادن و حتی در این رویداد 7 کودک کشته شدند که کم سنترین این کشته شده ها 2 سال سن داشت. حالا شما چی میکنین با آمریکایی ها؟ آیا اگر اونا به خواسته های شما، به صداهای شما توجه بکنه، پاسخ مثبت بده، پول هایی که حالا منجمد شده باید اونا رو به شما پس بده و شما 20 سال جرم جنایتی که آمریکا در افغانستان کرده رو میبخشه؟ دکتر صاحب؟ این حق ظلم را که کرده در حق ملت کرده، در حق ما کرده. ملت را کشته، در هست کمینه که یک عروسی را بمبار کرد، در شیندند هرات که یک قریه را تقریبا حدود 120 مرد طفل و زن و پیرمرد را کشتن. یکی و دیگه ای که جنایت را که کرده صرف امریکا نکرده، کسایی که با آنها همصدا بودن، همنوا بودن، آنها همشان کردن. در اینجا مردم را کشتن به یک طریقه، به دیگه طریقه، کسایی که در داخل امراشان همنوا بودن، در هر بخش امراشان همکار بودن، هم جنایت همون جدی شریک هستن، آنها هم جنایت را کردن. وقتی این دیگه یک موضوع انسانی است، یک موضوع بشری است، موضوع شخصی نیست که با کدام شخص و با کدام جهت و یا با کدام طرف باشه. نه، این یک موضوع انسانی است، یک موضوع بشری است. خب همین خاطر گفتیم که آنها وعده خوردن که ما برای بازسازی کشور، برای بازسازی همین مشکلات که در کشور رخ داده در حدود همین 20 سال، برای از خودشان همکاری میکنه، همکاری های جهانی را برای جلب همین موضوع. اگر میشه دکتر صاحب مشخص بکنین آمریکا چگونه جبران بکنه همین جنایتی که حالا انجام شده در 20 سال گذشته در افغانستان؟ پول بده، معذرت خواهی بکنه، آیا بیا پس دوباره بازسازی بکنه در افغانستان؟ چه کار بکنه؟ خب من براتون گفتم در رابطه با بازسازی و اعمار کشور در توافقنامه دوحه که خودشان هم امضا کرده، ملل متحد در تایید کرده، شورای امنیت و دیگه کشورها هم را تایید کرده، در یک بند شمی است، یک ماده امنی است. در آینده روابط بین امارت اسلامی افغانستان و بین افغانستان و بین امریکا روابط ایجابی می باشه، کوشش میکنیم که در رابطه تفاهمی صورت داشته باشه و امریکا کوشش میکنه که برای بازسازی کشور ما در اونجا بلشان همکاری بکنه. ممنون است. همکاری ها مقاضات جهانی را جلب کنه. اما تشکر، ناگزیر هستیم مرفایتان را قطع بکنیم دکتر صاحب، چون فرصت برنامه بسیار کم است. ممنون هستم دکتر صاحب، ممنون.